ببینیم امروز چه برنامه های مطالبی برای ما تدارک دیدن. درودی گرم به شما آقای سیاوش عبستای عزیز. حالتون چطوره؟ خیلی ممنون، شما خوبین آقا. درود دارم به برادرم امیر شجره مرجان جان عزیزم و آقای امیر شهرتی عزیز، کارگردان برنامه، و همه مهمانیارانی که به پای برنامه شما نشستن. استاد سیروس شهرشه، من جانب همه اونا از شما تشکر میکنم از محبت هایی که داری. ببینیم که امروز چه مطالبی رو برای این برنامه تدارک دیدیم. استاد شرفشاهی، سه تا ویدیو داریم، سه تا فیلم کوتاه داریم و دو تا عکس. به به. ویدیو این نخست مربوط میشه به نازنینم، عزیزم، مهربانوی عزیز، لیلا پهلوی، که دیروز سالگرد کشته شدنش بود. یک بار دیگر امشب در این برنامه، امروز در این برنامه، به دو پرسش پاسخ میدم با اینکه سالهاست من این رو گفتم و نوشتم و مطرح کردم، اما چون دستهای پلیدی همیشه در جریان هست که حقیقت رو از مردم پنهان کنه، پنهان میکنن. لیلا پهلوی نه خودکشی کرد و لیلا پهلوی معتاد نبود. این دو تا عکس هست، ولی سه تا ویدیو هم داریم که این دو تا عکس درسته، سه تا ویدیو داریم. بعد عرض کنم خدمتتون، لیلای عزیز من، لیلای پهلوی عزیز من، استاد سیروس شرفشاهی شایع کردن دور و نزدیک و آشنا و ناآشنا و سادات تازی که حتی امکان داره به عنوان پیشخدمت این نازنین بودن سخنانی رو مطرح کردن که اینها یادتون نره. سادات تازی یک حزب و تشکیلات هست که همه جا نفوذ میکنند و اگر از کسی نوکری کلفتی لیلا رو کرده و بیاد امروز جاهای مطرح بکنه که لیلا معتاد بود، لیلا عرض کنم خدمتتون که خودکشی کرد، دروغ و کذب هست، چون خیلی دیگه لیلا رو زیاد نمیدیدن در این ماها و سالهای آخرش و حتی نزدیکترین افراد ارتباطات دوری تلفنی، ولی نزدیکی هم خیلی کم میدیدن. البته دخترای پرنس رضا پهلوی در تماس بودن با مجالشون بیشتر از همه. و من چون پرونده رو دنبال میکردم از طریق دادستان انگلیسی، در انگلستان پرونده در جریان بود، در این رابطه مفصلم نوشتم، مفصلم برنامه رفتیم که برنامه ها رو دوستان میتونن ببینند و روی یوتیوب قابل دسترسی است. اما لیلای عزیز، همونطور که در این فیلم خواهیم دید، در این فیلم کوتاه یک دقیقه و نیم خواهیم دید، لیلای پهلوی عزیزم در آخرین دیداری که اومد به پاریس و با مادرش رفت تفریح و به قول خودش پاریسگردی کرد و خرید کرد و غذا و لباس و اینا خرید و اینها، ما میبینیم که چه تصویر زیبا، بانشاد و شاد و تقریبا سرحال و بعضی جاها هم توپولیست. این حالت یک معتاد نیست. حالت یک معتاد رو ما میشناسیم، خصوصا بنده خودم از دیر هنگام که وینروالد رو در مشهد داشتم 16-17 سالگی که دیسکوتکوار بود، ولی با موزیک زنده برنامه داشتم در مشهد هر شب، معتادهای زیادی به من مراجعه میکردن اونجا که راشون نمیدادیم بعد میفهمیدیم معتادن. اینه که من میشناسم، خیلی معتاد رو نمیشناسن. معتاد یه کسیه که امکان داره برادر خودش همون لحظه ببینه نشناسه و قیافش چه هست، میدونیم دیگه چطوریه. اینه که به هیچ عنوان لیلای عزیزم معتاد نبود. دومی که استاد سیروس شرفشاهی، لیلا خودکشی نکرد. پزشکی ایشون، پزشکی که در لندن داشته، هر کسی باید جنرال پزشکی داشته باشه، این فرد یک پاکستانی الاصل با ملیت انگلیسی است، اسمش هم آقای اقباله. این فرد بارها توسط دادستان لندن مورد بازجویی قرار گرفت چون نکته های مبهمی
در پرونده وجود داشت. مثلا 200 تا دو تا 200 تا قرص این نسخهش پیدا شد که برای لیلا نوشته بوده. این جرمه، اجازه نداره خودش دو تا 200 تا نسخه بنویسه. اما در پاسخ به پلیس و دادستان دکتره گفته بود که من نسخه هام روی میز امضا شده بوده، 5 تا لیلا که اومده اونجا کش رفته و رفته نوشته و خودش گرفته اونا. این دروغه، چون اولا استاد سیروس شرفشاهی همه پزشکان میتونن گواهی بدن هیچ پزشکی اجازه نداره نسخه مهر شده امضا شده بذاره رو میزش. نسخه اول اسم یارو رو مینویسیم، شماره بیمش رو مینویسیم، بعد دوا رو مینویسیم. وقتی دوا نوشتیم اونجاست که در مرحله پایان مهر میزنیم و امضا میکنیم و میدیم به طرف. اگر غیر از این کسی انجام داده، اونه که دزده، اونه که شارلاتانه، اونه که کلک میزنه نسخه سفید میده به مردم یا مینویسه رو میزش. پس این سخنش نادرسته. مورد دیگه ای که میگه، من دیدم یک بار که اومده بود پیش من، دیدم این گوشه های چشمش و اینا سیاه شده، یعنی انگاری کتک خورده باشه، مثل خیلی از زنهایی که ما میبینیم کتک میخورن و صورتشون سیاه میشه. میگه من گفتم اینجا این چیه؟ اینا گفت چی خوردن زمین. میگه من رفتم چیزمیز بیارم معاینه کنم، وقتی آمدم دیدم لیلا نیست، رفته بود. خب این یعنی نشانه این هست که لیلا رو کسی آزار میداده، کتکش میزده. مورد دوم استاد سیروس شرفشاهی، اینا هتلی هم که اونجا هست الان میتونه شهادت بده اون مدیرش که درست هست، اون اینه که یک بار این رئیس تقریبا مدیرش، مدیر اونجا یا آقای جوونی، میبینه که از تو اتاق لیلا سر صدا است و این تا میره پایین کلید مستر کی رو برمیداره میاد بالا در وا میکنه، میره میبینه لیلا روی تخت افتاده، پنجره بازه و سیم تلفن دور گردنش پیچیده شده. یعنی این به قول فرانسوی ها میگن تانتاتیو دساسینا، تلاش برای کشتن این بوده، که خلاصه خوشبختانه طرف میرسه، چون قبلی که بره کلید رو بیاره در زد تق 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 تق، میگه کیه، چه خبره، یارو فرار میکنه. این میره کلید میاره، میبینه یارو فرار کرده و لیلا روی تخت افتاده و سیم تلفن هم دور گردنشه که میبرنش دکتر رو. این مرحله دوم میگه دو تا اقدام به کشتن لیلا عزیز. اقدام سومه که میگن خودکشی کرده، قرص خورده، که اون هم همونطور که عرض کردم دروغه، چون لیلا مدتی بود که دیگه قرص هم نمیخورد. اگر قرص اعصاب هم میخورد، تازه میگفت به من میگفت، چون چند بار رستوران پشت دفتر من هست اونجا میومد برای شام و اینها که غذا میخورد، میگفت من اصلا این قرص هم که دکتر میدم من بهش اعتقاد اصلا نمیخورم، من ترجیح میدم یه فال حافظ بگیرم، یک شعر مولوی بخونم تا بخوام این قرص مرسال بخورم. گفت البته به کسی نمیگم، فقط به تو دارم میگم، چون به دیگران بگم ناراحت میشن، هی به میگن قرصت بخور، قرصت بخور، قرصت بخور. پس لیلا قرصایی هم که اگر بهش کسی تجویز میکرد روزی که تو نمیخورد. این یک توطئه استعماری بود که لیلای عزیز رو کشتن و بعدم این شایعات رو پخش کردن و بعدم شوربختانه، شوربختانه الان استاد شرفشاهی همه پنهان میکنن مشکلات نزدیکان خودشون و بچه های خودشون و فرزندان خودشون، اگه معتاد هستن، اگه چزد. پس برای همین ما نمیگیم که کسی هم پنهان بکنه، باید حقیقت رو بگیم. حقیقت هم این هست که لیلای عزیزم نه معتاد بود و نه خودکشی کرد. حالا این فیلم یه دقیقه که شما میبینید به ویژاله تیکش که مراسمی که سر خاکش برگزار شده، ولی تیکه اول با شهبانو عزیزم ایشونو میبینید در حال قدم زدن تو پاریس، همین عکس اولش رو میبینید، عکسی که با پرنسس هست میبینید، عکسی که میبینید عکس ها میبینیم که سر حال بود و اصلا قیافه معتاد و اینها هم نداشت. قیافه معتاد از قیافش پیداست. میبینیم همین فیلمو، بعد برمیگردیم که بقیه رو بریم برنامه. این میره فرانسوی نه. الان در خدمت آقای دکتر هستیم، عزیزانی که از آلمان تشریف آوردن،
امروز اومدن به خاطر لیلای عزیزمان در کنار شاد. روان شاد زنده باد خانواده محترم پهلوی. آقای دکتر خیلی ممنون، از شامپانی داره بریم سلوت خود آقای قلی‌پور عزیز. مخلصم عزیزم، ما از شما باید چجوری تشکر کنیم؟ من مخلصم، من مخلص همه. همیشه شاداب باشید. خیلی ممنون. اینم خانواده های دکتر هستن، اینم پسر گلیشون هستن که بای بای بکن. لیلا که جاودان هست و روانش برای همیشه برای ما زنده است و یک گلیست که همیشه خوشبوست، امروز نیست شادمان هست چون با ماست و من میگم به شادی روان لیلای عزیزم. دیدیم استاد سیروش شرفشاهی که این عکس ها رو دیدیم، اینها عکس، اینها عکس های آخر زندگی ماهای آخر لیلای عزیزم هست. میبینید که چقدر سرحال، چقدر خوشحال، چقدر خندان، سرشار از عشق و علاقه و مهر. من از این نظام پلید تازی و استعمار و به ویژه سادات تازی، چون یک فردی که اسمش رو میخوام بیارم سادات تازی هست که اون نقش داره در رابطه با ما نمیشناسیم افراد. استاد شرفشاهی مثل ابراهیم گلستانی که گفتم دیگه، مردم شما برید بفهمید، یارو میاد یک عمر نوکر کلفت غلام خانزاده، برای همین که بیاد هرچی اوستا میگه بابا این رو کشتن، او بیاد بگه نه معتاد بود، آقا طرف چند ساله ندیدتش و غیره. حالا استاد سیروس شرفشاهی ویدیو دیگه مربوط میشه باز شوربختانه یا خوشبختانه به همین قتلهای سیاسی و فتوایی که برای کشتن رئیسی علی خامنه‌ای صادر کرده بود. همچنان که شما میدونید استاد شرفشاهی رفسنجانی پیش از این که بره تو حوض و دیگه نیاد بالا صحبتی کرد علی خامنه‌ای، گفت وقتی برادر و رفیق نزدیک آدم میشه شیطان اکبر، شیطان یعنی حالا اکبر رفتن شیطان اکبر دیگه خیلی سخت و دشوار پذیرفتنش و چه اینطوری فتوای آتش به اختیاری قتل هاشمی رفسنجانی رو داد که همون هم الان هر بچه هاش هنوز که هنوزه بخاطر حفظ ثروت میلیاردی باباشون احمق ها نمیان این واقعیت رو که میدونن بگن، چون پول براشون مهمتره الان اونها. خب اینطوری فتوا رو داد و هاشمی رفسنجانی رو کشتن و بعد مزدوران رژیم از سرتیپ و تیمسار و پاسدار گرفته تا وزیر، آدم های زیادی استاد شرفشاهی شما شنیدید میدونید آمدن و تایید کردن که اینو ما کشتیمش بخاطری که چه میکرده رفسنجانی رو. و بعد یک فیلمی هم همینجا پخش کردیم، یک آخوندی که میگفت بله ما حتی روحانی رو بشه میکشیم، رئیسی رو کشتیم، اون هم کشتیم، این هم کشتیم، این هم کشتیم. خب حالا تو این فیلم مشخصا خامنه‌ای که میدونیم کینه بعدی با عربستان سعودی داره و بخصوص محمد بن سلمان که سخنرانی های زیادی کرده و در یکی دو تا سخنرانیش گفته این علی خامنه‌ای بدتر از هیتلره، اسمش آورده گفته بدتر از هیتلره و چه چه چه. حالا جدا از این که رئیسی رفته بود به دیدن محمد بن سلمان در سعودی، دعوت هم ازش کرده بود که بیاد ایران، اونم دعوت رو پذیرفته بود و آمدن بن سلمان به ایران خیلی برای خامنه‌ای گرون تمام میشد که یکی که فوش داده بهش همیشه درگیر بود یا بیا تو ایران. و بن سلمان پیش از کشته شدن رئیسی قاطع گفته بود که من دعوت رو پذیرفتم و حتما میام ایران، برنامه رو هم ریخته بودن، تاریخ هم مشخص شده بود سه تا تاریخ که به توافق برسن اون بیاد، محمد بن سلمان بیاد ایران. خب اینجا خامنه‌ای قاطع میگه که نشست و برخاست با این سعودی ها یعنی همین فتوای قتل دیگه، الان گوش میکنیم تا بفهمیم. برای همینه که حالا بعضی هم آدم میگن آقا این رو اسرائیل زده، یه چند تا از این عربهای عراقی آدم میگن این رو اسرائیل زده، جنگ بوده فلان کرده، اون زده این زده. ولی میخوام این بگم استاد سیروس شرفشاهی، آتش بی اختیاری که سیستم رهبر جمهوری اسلامی است، اون فتوا رو میده،
فتوا رو همیشه کتبی که نباید بدی، از نظر اطلاعات امنیتی هم اینا رو بلده، کتبی که فتوا نمیدن. به همین زبون همونجوری که برای رفسنجانی گفت شیطان اکبر، برای رئیسی هم یه حرفا رو زد که این فتوای قتل رئیسی بود که با آمریکا نزدیک شده بود، این روسیه نمیخواست با آمریکا نزدیک بشه، با آمریکا براش تسلیت گفت، اعضای عمومی سازمان ملل و همه میبینیم، و با سعودی‌ها ساخته بود و سعودی‌ها چقدر اصلا بهش خوشحال بودن که اومده، خیلی خوشحال بودن. حالا اینجا این یک دقیقه فتوای شفاهی است از رهبر جمهوری اسلامی برای کشتن رئیسی. گوش میکنیم کارگردان عزیزم. کسانی که میرن مینشینن با رؤسای نظام قرون وسطایی قبیله‌ای عربستان سعودی، دیگه واقعا این رسوایی است که هیچ وقت به نظر من این لکه ننگ از دامن اینا هیچ وقت پاک نخواهد. ولی العهد الامیر محمد بن سلمان یستقبل الرئیس الایرانی ابراهیم رئیسی، مثل یه داغی در پیشانی اینها همیشه خواهد بود. في مقر انعقاد القمه العربيه الاسلاميه هذا اللقاء الاول الذي يجمع بلن اونجا بنشینن در کشوری که بویی از دموکراسی و انتخابات و اینها نشیده، برن بنشینن حرف بزنن. اینا چیزایی است که خواهد موند. حالا امروز توی قوقاهای گوناگون سیاسی ممکنه به نظر نرسه، لیکن اینا در تاریخ خواهد موند. واقعا مضحک و تعجب. بله مستحضر شدید استاد سیروس شرفشاهی، قاطع با این گونه برخورد. یادمون نره من یک نکته ای رو یک بار دیگه در رابطه با کاراکتر و شخصیت سید علی خامنه‌ای به اطلاع جهانیان برسانم، اون اینکه جدا از همه حالت استبدادیش و معلول از که اختلالات فکری ذهنی داره و از کشتن خوشش میاد اینها، خامنه‌ای از همون هنگامی که من اینو شناختم حسود بود. یعنی انسان با حسادت رو در بالاترین نقطه زندگی خودش داره، حسادت میکرد به محمد خامنه‌ای برادرش، چون محمد رفته بود دانشگاه وکیل شده بود و کارت وکالت گرفته بود، از این مسنتر بود. این به اون حسودیش میشد، یه جوری همیشه ترتیبش میداد. حسودیش میشد به برادر کوچکترش که حادیس. هادی خامنه ای، من خودم یک بار شاهد بودم که این از مجاهدین هادی حمایت میکرد. علی خامنه ای هم خودش حامی مجاهدین خلق بود، از مدافع مجاهدین خلق بود، ولی روی یک مسئله جلو جمع شروع کرد به فحش دادن به هادی برادرش و عصبانی شدن و چه کردن او از حسادتش، چون دوتاشون هوادار بودن. استاد سیروس شرفشاهی نسبت به هنرمندان، ای که شما دیدید فردین رو با همه کاراش کرده بودیم که بیاد خارج فیلم بسازه، قبلا اون گذاشت بیاد فردین خارج، ولی گفت اون کار نمیکنی، اومد خارج. دفعه بعد که میخواست بیاد که با فیلم و کار رو قرار داد و هنوز نبست بودیم، ولی نمایشنامه فرستاده چیزی بود اینا، نذاشت فردین خارج بشه از کشور. یا مثلا مهندس بازرگان موقعی که از کشور خارج شد و پیش از اینکه خارج بشه وصیتش رو 2 ساعت با من کرد که موجود رو اینترنت میتونید برید گوش کنید، مهندس بازرگان آقای شرفشاهی، این حسادتی که داشت اونجا احساس کرد امریکایی الان این میخوان بذارن جای خودش و فلان اینا، داشت میرفت امریکا تو راه تو به ما کش دارش تو سوئیس اومد پایین، و این حسادت الان این قاطع میگم که در تاریخ بمانه، ثابتم میکنم آقای شرفشاهی استاد عزیز، الان به پسر خودش مجتبی که پسر خودشه و این پسر رو خودش رئیس دفترش کرده از 30 سال پیش، خودش همه کاره کرده، ولی چون بین پسرهای دیگرش و 2 تا دختراش این آدم از همشون زرنگتر بوده، این الان به پسر خودش حسودیش میشه، هر کار که مجتبی میکنه این ضد اون عمل میکنه. مثل میگم بهتون، همین نکته پایانی زندگی رئیسی، قتل رئیسی، رئیسی هر کار میکرد با مشورت مجتبی میکرد،
یعنی اگه آمریکا رفت مذاکره چون خامنه‌ای قابل دسترسی نیست آقای شرفی، من به شما بگم هیچ کس نمیتونه بیاد به شما بگه که من رفتم خصوصی با خامنه‌ای ملاقات کردم. خامنه‌ای همون عروسکیه که میاد میشینه و در جلوش 20 تا 30 تا 100 تا 200 تا آدم جمع میشن، نمایشش با ملاقات با مردم و حتی سردمداران رژیم جمعی است، خصوصی مثل سابق نیست. کارهای خصوصی را همه رو 22 سال مجتبی انجام میده. وقتی که مجتبی بود دستیارش هم وحید حقانیان بود که نامزد شد رد کردن کاندیدات، الان اخراجش هم کردن از خونه خامنه‌ای. وحید حقانیان باز رابطه مجتبی بود با مردم که بعضی دستورات فرمانار به رئیس جمهور، به وزرا، به پارلمان وحید حقانیان میرفت میداد، ولی مجتبی بهش میگفت، بعد میگفت آ دستور آقاست. این هم داشته باشید. خب الان وقتی که رئیسی تنظیم کرده با مجتبی که روابطش با دنیا حتی با اسرائیل خوب بکنه، گروگان‌ها رو وقتی که هانیه و اینا دیده بود گفت آقا ول کن این گروگان‌ها، جنگ و دعوا تموم بشه، همون جایی که میاد بیرون توبیخ میشه رئیسی. این نکته بسیار مهم، وقتی الان خامنه‌ای تهدید میکنه رئیسی رو، بچه‌ش رو تهدید میکنه استاد چرفچی، چون بچه‌ش بشه رئیسی بدون اجازه رهبر و رهبر چون سخنگوش همه کاراش بچش بود مجتبی کاری نمیکرد. یه نکته دیگه، من در همین برنامه شما صدای خامنه ای رو پخش کردم استاد شرفی. یک نکته که بسیار مهم بود روی همین مسئله رد صلاحیت ها بود. رد صلاحیت های 1400 تازی رو خامنه ای اومد اعتراض کرد و مشخصا اسم لاریجانی رو آورد، گفت شما در حق اینها ظلم کردید، جفا کردید، باید جبران کنید، اینها آدم های خوبی هستند، چه هستند چه هستند، جبران کنید. جبران کنید یعنی چی؟ یعنی تو این لیستی که دیروز اعلام کردید لاریجانی رو بذارید. لاریجانی باورش شده بود که با اون حرفی که خامنه‌ای زده اسمش این دفعه میاد. اومده بود یه کمپینگی شروع کرده بود مثل اوباما، تلفن میزد به مردم و پیران یقه‌باز پاسداریشو پوشیده بود و اینا، نشد. یعنی شش نفری که نامزد شدن. خب این اینجوری رو تموم کنم. پس علی خامنه ای الان همین عروسکی که بشنه مردم شد و حتی به بچهش مجتبی حسودیش میشه. مجتبی خامنه ای اینو احمدی نژاد گفت، رئیس جمهور خود علی خامنه‌ای، که اینا اومدن تقلب کردن. اینو من میدونم هم چرا همون موقع که رفسنجانی نره، چون رفسنجانی پاس حالت کودتا بکنه، طی تماس هایی که اوباما و جورج سوروس و اینا گرفتن با علی خامنه‌ای، اینا فهمیدن که اینا میخوان بیان کودتا کنه موسوی و اینا رفسنجانی و اینا ترتیبی بدن، که رفسنجانی یک نامه داد دو روز قبل و گفت که نامه تهدیدآمیز بود، بدون بسم الله بود، بدون سلام علیک با خامنه‌ای بود. اونجا بود که خامنه‌ای اینجا مجتبی قاطع رفیق گذاشت کنار، تقلب انجام شد، اون کارو احمدی نژاد کردنش رئیس جمهور، که بعد احمدی نژاد چموش کرد. حالا احمدی نژاد استاد چیروس شرفشاهی خوب گوش کنید عزیزان من، احمدی نژاد گفته و وجود داره و میگه وقتی من رئیس جمهور بودم این مجتبی دایی خودشو میخواست بفرسته اسرائیل، قبلاً با اسرائیل توسط دایش مذاکرات هزار تا میکرد تو پاریس و پاکستان و این ور و اون روزی تصمیم دیگه گرفته بود که حسن آقای خجسته باقرزاده، حسن خجسته باقرزاده، یه البته یه عمو هم داره حسن از حاجی کوچیک داره، ولی این حسن دایش برادر خانم منصوری خجسته باقرزاده، این میخواست اصلا بره اسرائیل که اونجا، چون این جریان جانشینی از قبل تنظیم شده و اینها، که بعد اونجا احمد میجنجاد میگه من نذاشتم، قاطع گفتم بریم. حالا نکته دیگه که باز عرض کنم خدمتتون، همین هفته پیش یک نفری رو که از نزدیکان مجتبی است، در جاهای زیادی با مجتبی دیدنش کنار شونه، مثل وحید حقانیان بوده با باباش، این فرد آقای انصاری نقش مهمی در اقتصاد کشور داشته و داره و فلان، پرروز دستگیرش کردن آقای شرفشاهی به اتهام جاسوسی اسرائیل. خب اینا معلومه که یعنی رفیق مجتبی رو
که کلی هم به خدمت کرده تو انتخابات و اینا از مالینا بابای دستور میده بگیرن. این حسادت های قدرتی حتی بین بابا و بچه است، بین بابا و بچه است. برای اینه که خیلی احتمال میدادن که خبرگان اگر خودش دلش خواسته که فکر میکرده علی خامنه‌ای خوشحال میشه مشتبه رو بذارن، اینا میخواستن بعدن که فهمیدن این موردت میخواستن 100% رئیسی رو بذارن، که بعد الان رئیسی دیگه اینقدر پیچیده است که نمیخوایم روی کشتن شدنش بحث کنیم. خب حسادت علی خامنه‌ای تا این حد از برای بچه شما است. حالا آقای علی خامنه‌ای، آقای مشتبه، در دلیل چهارم و قاطع از این رو زیاد در سیاج از داد، همینی که همه عالم، همه آدم، تمام خبرگزاری جهان، حتی من دیدم تلویزیون فرانسه پخش کرد، آسوشیتد پرس، همه شنیدن که خامنه‌ای گفت آقا ظلم شده به یک عده‌ای، رد صلاحیت کرده، جفا شده، یعنی نظام ظالمه، نظام جفاکاره، خودش داره میگه این رو جبران کنید، تلافی کنید. ولی باز که همونطور که دیدیم نه وحید عقانیان که یک عمر نوکری اینا رو کرده، نه لاریجانی که یک عمر این نوکری رو کرده، از سپاه پاسداران شما بگیر تا شورای امنیت ملی، رئیس مجلس شورای فلان فلان فلان، باز دوباره مشتبه عمل نکرد و کار خودش رو کرد و شش نفر. البته به نظر من، حالا من اینجا تو پرانتز آقای شرفشاهی میخوام نظر بدم، نظر، کار بسیار قشنگی کرد، ببخشید استاد شرفشاهی، خیلی عذر میخوام، خیلی عذر میخوام، ولی چون واژه زیباتر از این نیست، درستتر از این نیست که من باید بگم، مشتبه خامنه‌ای بعد خوب، هنوز که کسی نمیدونه کی چیه، آخوندار من باشه از بچگی مخالفم، سادات تازی، من سیاوش عربستان با همین اندیشه که دارم، میخوام بگم چقدر قشنگ شاشید رول نظام 45 ساله پدرش و خمینی. یعنی تمام اینهایی که استاد سیروس شرفشاهی رد صلاحیت شدن، همشون رئیس جمهورشون بودن، 45 سال نوکر تیر خلاصی زدن به بچه های ما اینا، از احمدی نژاد بگیر تا جاقای جهانگیری تا وحید حقانیان. وحید حقانیان دومین شخص مملکت بود، مشاور رهبر بود، آقای جهانگیری معاون رئیس جمهورشون بود، آقای شرفشاهی، علی لاریجانی رئیس پارلمان اینها بود، این بالاتریشون قبلش. آقا با این کار دوباره میگم هیچ نترسید این گونه مسئله رو تشریح کنید، مشتبه خامنه‌ای با رد صلاحیت این اراذل و اوباش شاشید روی نظام 45 ساله، با دادن اسامی و جایگاه های عمرای ارتش، عمر ببخشید، سرداران سپاه خودش که از آخرش توی جنوب لبنان بود و بعد سوریه کنسولگری بود و بعد با هواپیمای او بود، بعد با او بود، قاسم سلیمانی بود، همه اینا رو که زدم تمام اطلاعات رو خودش رژیم داده بود که داره حکومت میکنه. چون مشتبه خامنه‌ای، استاد شرفشاهی میخواد بیاد جامعه رو رهبری کنه که پاک باشه، همین الان رئیسی هم که رفت باز از نظر جدا از رهبری به نفعش بود، رئیسی خیلی منفور بود، رئیسی رو حتی دختراش، حتی زنش خانم جمیله میمد هر روز مداخله تو کاراش میکرد، چون میگفتن آقا تو آبرو نداری تو. خب این میخواد تمام، خب این کاری هم بیاد آنه. حالا پیش از این که در رابطه با اظهار نظره پسر 14-15 ساله مشتبه خامنه‌ای که اسمش محمد باقر هست، و میگم چرا اسمش گذاشته محمد باقر، صحبت کنیم، میخوایم به شما ملت ایران، به چلقوزای سادات تازی، به اونهایی که اکثریت خاموش هستن و مردم ما رو به خاموشی میرسانن، به ملا لاغتی ها، به این سجاده و نمازی ها بگم آقا، خانم، تلویزیون، رادیو خارج از کشور، در داخل کشور، در داخل تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی ایران، یکی از رهبران، یکی از احزاب قوی خود جمهوری اسلامی، مال گروه مشارکت، میاد تو تلویزیون، آقای سعید شریعتی قاطع، اونم از همین کاری که گفتم باز نجاست میرسه رو نظام و قاطع میگه آقا 70% ملت ایران مؤمن و مسلمان نیستن. چی میگی تو؟ میگه نه، مؤمن مسلمان نیستن، مردم نترسید از اینکه بگید ما مسلمان نیستیم. آمده یارو تو تلویزیون میگه نکشتنشم، نمیتونن بکنن، نیستید شما که.
آقای شریف شیر هم بگم تو پرانتز، تمامی 700-800 نفری که حالا جدشون همین مشهور بودن، رئیس جمهور، رئیس مجلس، چمپیون اینا بودن که تو سپاه، تو همه جا قتل، کشتار، جنایت 45 سال چه کردن، میدونین اینا رو رد صلاحیت کردن چی گفتن؟ گفتن عدم التزام عملی به اسلام، عمل التزام عملی به اسلام، یعنی نه نماز رو بخونن، روزه نمیگیرن، مسلمان نیستن، همینجوری که آقای سعید شریعتی میگه اینا مؤمن نیستن، بابا خود اینها دیگه نیستن، مسلمان نیستن. خیلی مهمه، خود رژیم هم وقتی که میخواد اینا رد صلاحیت کنه میگه آقا اینا مسلمان سابقن، رئیس جمهور من مسلمان سابقه، رئیس مجلس من مسلمان سابقه. این حرف سعید شریعتی هم خیلی مهمه، مردم ببینید بشنوید و شما 30% باید کامل بشید تا این نظام جاشو بده به نظام هخامنشی، اشکانی، ساسانی. عزیزان من، و میدهم تمامی من از مشتبه همه کاری که کردی، زمینا رو ساختی برای یک شهریاری آریایی در ایران، این کار قشنگ بود، صدای تو هم تا الانش کش نشنیده. چی گفته که تو فردا رهبر میشی؟ این دختای آریایی ما هستن، این 70% که مسلمان دیگه نیستن، اینها هم که قدرت به دست میان. دنیا الان این رو میگه، میبینیم سعید شریعتی رو، کارگردان عزیزم. همین الان در جامعه ما فرمان حاکمه، نه قانون. فرمان چیه؟ فرمان اینه که یک فرماندهی، یه حاکمی، یه خاقانی، یه قاآنی، یه پادشاهی، یه سلطانی، یه پدرسالاری، به قول اون پنزه میگفت هر حرف نوروزیه، هرچی آقا بگه، رهبر اگر فرمان دهد جان را نثارش. از کجا این حقو داره؟ از همون قلبه. موقعی صحبت از دولت مدرن و قانون میکنیم که مبنا قرارداد اجتماعی است. قرارداد اجتماعی یعنی چی؟ یعنی رأی اکثریت و حقوق اقلیت. وزارت ارشاد جمهوری اسلامی نظرسنجی کرده 70% مردم مخالف حجاب اجباری هستن، مخالف جرم‌انگاری راجع به حجاب هستن. اکثریت مردم یه چیزی رو نمیخوان، شما میگید آقا من میگم اینجوری باید باشه، بی خود میگید شما. میشه این میشه قرارداد اجتماعی؟ شما به این میگی قانون، من به این میگم فرمان. من کسی رو ندارم تو مجلس 290 نفره شما از من نمایندگی بکنه، نه من، همه اینا کف خیابونی ها که با چماق میزننشون، اینا نماینده ندارن، اگه نماینده داشتن وسط خیابون نبودن. نتیجهش این میشه که شما میایی میگی که آقا قل المؤمنین والمؤمنات، آیه سوره نور که مبنای فقهی شما یا استدلالی شما در مسئله حجابم هست، میگه آقا من نه خواستم، من مؤمن نیستم اصلا. من به اون چیزی که تو میگی مؤمن، به اسم من زن مؤمن، من مؤمن اصلا مورد خطاب آیه خداوند نیستم، من مؤمن نیستم، چیکار کنم؟ باید کتک بخورم؟ باید برم زندان؟ بله میبینید استاد سیروس شرفشاهی، سعید جان، سعید شریعتی زنده باشی بابوش، قاطع میاد میگه که 70% ملت ایران مؤمن نیستن، مسلمان نیستن، مسلمان نیستن. تازه اگر میگن زرتشتی، زرتشتی دین نیست بچه هایی رو بدونید، بگید بهشون شما دین عوض نکنید، زرتشتی آینه که یک آینه، همینجا رو بهش کنید، دو جهنم همینجاست، بچه های مردم رو بسوزونید، هلیکوپتراتون جای دیگه تون موشک های فلان میسوزونه شما رو، همینجا سوخته میشید. سه و چهار، نیکی در پندار و گفتار و کردار و سلام. آیین زرتشتی که ما یک عمر جهان می اومده به استقبال ما، همچنان که الان جهان میره به استقبال آمریکا، که ای برن تو آمریکا، آمریکا، آمریکا و دنبال ویزا صف میکشن. اون موقع تو ممالک ما قبل پیش از اسلام صف میکشیدن کشورهای جهان، در تخت جمشید نگاره هاش هست که بیان زیر پوشش امنیتی ما قرار بگیرن، بر اساس تورات، بر اساس تاریخ، بر اساس آنسیان تستمان عهد عتیق، 140 کشور استاد سیروس جرفشایی، 140 کشور زیر پوشش امنیتی ما بوده. چرا؟ چون ما دین رو بر کسی تحمیل نمی کردیم، آیینمون انسانیت، مردی، مردانگی بوده. حالا نکته پایانی اون این که مشتبه سه تا بچه داره، دو تا پسر داره، یک دختر، اسم پسر بزرگش محمد باقره، اون یکی دیگه محمد امینه، سومیش فاطمه است.
اینا رو محمد باقر همون بچه‌ای که میگن تو انگلیس به دنیا اومده، یه بیمارستان کرایه کرده بودن و 300 نفر هم رفته بودن، سعید امامی رو که کشتنش، باز بابا شما ببینین سعید امامی که همه کاره زن و بچه خامنه ای بود و اینا گفتن قطره زنجیره این کرده زدن گشته. سعید امامی هم اومده بود اونجا، اون موقع لندن بود. خب این محمد باقر بچه ایست که در انگلستان به دنیا اومده. سپاسگزارم. 4 دقیقه بیشتر نداریم. 3 دقیقه. بله 3 دقیقه. بریم تا 52. 49 میرین 52. استاد سیوس شرف شد. این محمد باقر، حالا پس چون وقت داریم من مفصل تو برنامه پنجشنبه خودم میگم، اخیرا یک اسمس زده به بچه های مدرسه هست، چون اینا همشون توی یک مدرسه بچه های رژیم درس میخونن که الان اگر هم مخالف هستن با خامنه‌ای با اون همه به هم میگن، یعنی همین حرفای تو تلویزیون تو مدرسه محمد باقر هم میزن. محمد باقر عصبانی شده بوده، پریروزی که از این بچه های یک اسمس برای من فرستاد، حالا نمیگم اسمس بود، تلگرام بود، ایمیل بود، واتساپ بود، یه پیام فرستاد، گفت باقر نوشته، باقر نوشته تو اون میگه بابا شما این بابای من هر کار میشه میگین بابات رهبر، بابات تو میخواد بگی بابات تو، خب بابای من اگه دزدار رد صلاحیت کرده شما بهش درود بگید، چرا به من فحش میدید؟ اگه بابای من لو داده جاهای آدم ها رو زدن، این سردارایی که قتل هم میکردن اسرائیل زده کشته، اگه ما لو دادیم بابام لو داده، خب بابام که آدم خوبیه، بابا بزرگم آدم بدیه، حالا این خودش بحثش مفصله. حالا محمد باقر استاد سیرس شرف شوی، من چون باقر یه حرف قشنگی زده یه کادو میخوام بشیدم، بابا جون توی کتاب من نخوندی آیین اوستا، توی آیین اوستا 40 سال پیش من نوشتم باقر، محمد باقر بابات اگه اسمت گذاشته به خاطر محمد باقر قالیبافه، چون اینا دارم رفیق شیش هشت بودن و بعد برای همین میگه مشتبه میگه اگه من بچه اول بیارم باقر اسمی تو میذارم رو، چون محمد باقر قالیباف هم پستای زیادی داشت موقع که هنوز مشتبه کاری نبود، خیلی بین میرسید برای همین میگن این پسر خالش، چون اینا دوتا با هم نزد بودن، این با خاطر محمد باقر قالیباف اسمی تو رو گذاشته محمد باقر. ولی باقر میدونی یعنی چی؟ نمیدونی؟ حالا من بهت میگم، محمدش که محمد، باقر یعنی گاو، سوره بقره در قرآن دارید گاو نر گاو ماده، آره این محمد باقر خامنه ایست. این بچه 14 15 سال شده، نمیدونم 13 تا 15 سال داشته باشه، چون تاریخ تولدش تو انگلیسه ما نمیدونیم چیه. حالا محمد باقر یعنی گاو، اسمتو عوض کن بابا جون. بارها ما این گفتیم ایرانی‌ها می‌خواستن رهبرا و امامان شیعه رو مسخره کنن، میگفتن یارو این گاو علم داره، باقر العلومه، اینا مسخره بوده. فاتی که کوچولی، عکس فاتی هم دارید اگه ببینین یه دقیقه تو کالیسکه هست، فاتی هم اسم بدی روی تو گذاشتن، چون این چرا آقای شرفشاهی مشتبه اسم بابا بزرگ خودش، بابا بزرگ اونو اینا اینا نذاشو اولین بچهش، چون معمولا رسم اینه یا میذاشته جواد یا باید میذاشته علی یا میذاشته این دیارو حداد آده یعنی گذاشته محمد باقر به خاطر آره این کوچولی فاطمه است. این فاطمه، فاطمه هم یعنی وقتی بچه شتر رو، بچه شطور از شیر گرفتن میگیرن میگن فهیه فاطمتون، یعنی دیگه این بچه شطور شیر نمیخوره. استاد سیرس شمشهی فکر کنم به پایان برنامه رسیدیم، سپاسگزار شما و همه یارانی که با ما بودن. بسیار ممنون از شما، مطالب جالبی که در این برنامه مطرح کردین و از شما سپاسگزارم. تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای شما آرزو دارم. بینندگان عزیز، استاد سیرس شمشهی به درود خدا نگهدار، سپاس از کارگردان برنامه. خواهش می‌کنم. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت. همراه آقای دکتر قرقز دوست، سیاوش اوستا و آقای امیر شهرتی کارگردان برنامه با شما خداحافظی میکنم و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای همه شما آرزو دارم. بدرود تا درود دیگر.